میکروفون منو دامشش تر. السلام علیکم. سلام زنکا. مرگ سلام. چرا مرگ سلام؟ مردم بیز جا میگرده در خانه ای طرف و طرف بیادم خانه اگذاره دلش باغ باغ کنه شاد باشه ایجا یا مرگ سلام. مرگ سر خودت. چی آوردم اگذاره ترکوری آوردم که شو شو اگذاره سوب مو پخته کن که دل ما دگه شو. و دخترم او چطل کلام چیز مرداری نیسته که دل بگی؟ چیه سو مرده که خلطه را گشنیش پر کدی؟ چی برم دگه چی برم؟ زاره برم خبروز کل چیز بود دخانه مگه تیم اگذار ترکاری گرفته بیم چی بود دخانه؟ که ناقشال هستی میگه خلطه برمه چی آورده؟ امروز خبر داری چی روز است؟ امروز دوشنبه ناسم سه شنبه است چی خبر دارم؟ سه شنبه روز سه شنبه را چی کنم؟ جانگور شوی خاک دی سر کلت شوه امروز سالگرد آروسی ماست سالگرد بدبختی ماست سالگرد آروسی ماست آروسی را ما چه کنم؟ در فرق کم دیم ما کار ندارم مردم نان نداره بخوری سالگرد آروسی ماست ما خوشکی سپرایزم کده برم کی گرفته؟ یک مزده پقانه گرفته مزده را مازده را گفتنی بیتن یک مزده مزده را گفتن تو را چی؟ تو را به کار مقرز نیست مرده که ما از تو توقع داشتیم در این روز که با ما خب توقع داشتید چهار روز بود پنج روز بود ده روز بود یال یادم رفته بیخیم روزا هست بشم گدوت شده خدا زده تنه مالنتاین بود چی بود؟ نادیده کلت برات کالا آوردم کیک آوردم طلا برات آوردم سر یک چیز ناق بانه کدی که برای ما خرسک و سرخ ناوردی گوشه شی تو باشه و تو باشه رفتی چیزی که لندقر مندقر بود از منطقه جمع کدی آمودی مرا لد کدی ما چیم بیادرت بود چیت بود بر شرف شما آله او مرده که او رو خست زد زن همسایه تو کدام بر زن همسایه آورده بود خرسک با من آورده بودی چرا؟ ما به زن همسایه من آوردیم به زن تو ناورده بودی شویش آورده بود تو شیمه نیستی؟ والا ما را تیر از این رقم شویگری کاش که ما زن می بودیم شما شو می بودی که کل چیز شما گرفتم با می آوردی خدا بی خیال ما ایران میمونه نمیشه سرت از زدن رسک ما کار ندارم اون مرده که امروز سالگرد آروسی ما بود قلبم شکستان دی خب قلبم داری قلبتان پلاستیکی کل زندگی ری زنال بر با خرسک جور کردن یا خرسک باشه آل چرا نآوردی چرا اون مرده یک تعداد کسا روزم شوق دارن هی شوق میکنن که باش ما یک تا زن بگیرم نامزاد شوم چه شوم ما را چه لب وی و شرف تا نالت شما میخوای خود نامزاد بسازی از رای دور چقدر بدبخت هستن مردم اینه میدم سال یک دفعه تجلیل میشه زیاد خونه میشه او بدبختی رو مردم خوشی می باشه یک خوشی می باشه یک دلگرمی می باشه و رو تجلیل می کنه نه که بدبختی خدا که باز اونم غمایش باد جادش به کدام غما؟ کدام غما؟ از روزی که کی تو آمده روز خوش ندیدم هر روز جنگ هر روز بدبختی هر روز داغ چه بیشی روز... در جوره چبلق کنه کدی تا که آمدی لنگ بگی پای بگی از بابه ما آل تو از گپ شدی بد کردی ما هم بد کردی هم کار کردی هر بدی که کردی ما بد کردم که تو را گرفتم فهمیدی؟ حال خمی بده کت کل قومم بد کردی یا خودت یا ما خمی بده کردیم دیگه حال پشت میگه پا نگرد پشت گپا یک قناه وقتی کی بده کردی دیگه هم تو زندگی رو بدل ما پیش ببر تو چی کار هستی که ما زندگی رو بدل تو؟ من چی کار هستم؟ چی کار هستی؟ رفتی خلطه رو با ما ترکاری پر کردی ما دیگه روز اتا خوش حال چرت زده میرم که برام خلسک میاره برام شاید یک سات طلا بیاره شاید یک انگشتر در پگی میاردی کم بشم کم زار بخور اون در پر گس گس مرگ موش برات میارم که بخور بلایم دست سرت خیلی والا اگر تو یا می خانه ما می تو باشه روزا ما می تو باشه ما رفتم فهمیدی این خانه را بین والا اگر تو بدن نمیخری طلاق هستی برای ما که الهت تو والا اگر خودت سگم بگیرم سگ نمیگیری فهمیدی ما رفتم طلاق هستی برای طلاق پسی ها سلام مرد را طلاق میکنه خیلی دست سرت رنگ دگور به نام یاد خدا بارز سلام خدمت تمام اجزای دلی که بیننده برنامه ما هستن یعنی کابل فنس در یک هفته تقریبا یک دو روز از یک هفته تیر شده خیر اسیر یک بزرگواری تان ببخشین آمدیم سر تنزی که ما و مولود جان بازی کردیم هست متاسفانه بعض فامیلا می رقم هست وقتی که شوهرش میه بسیار کوفته و مونده یک را پده جیبش نه موش در جیبش بیبرک را میکنه ولی میه ایجا که خانمش جارو را ماده کده سو او میه و امو پس گردنش و امو شانای ازو که تو برای من این چیز ناوردی اون چیز ناوردی همیشه مقایسه میکنن که همسایه فلانه چیز آورد خرسک آورد تو سگک ناوردی و گرگ آورد تو پشک ناوردی کل اینمی ماجرا هستن که ای کاش که تمام مردا اصلاح شون زنا رو نمیفهم فقط خدا مدد که دیگه نداشتیم اصلاح جامعه متوجه ما هستیم این مردا باید دیگه اصلاح شون زنده باشی هموطنای عزیز سلام خدا کنک در هر گوشه و کنار دنیا باشین جور و صحتمند و سر حال باشین قسم که نورگل جان گفتک نکنین این کارا رو خانمای عزیز
خوب است، هر کس خود دست یاد. سلام وطنای عزیز ما، کوشه و کنار دنیا کسیم جور صحتمند و سر حال باشین. ما هم سلام تقدیم میکنم به وطندارای گلم، امیدوار هستم که تا آبتان سخت باشه و نانتان گرم، و همچنان سلام به همکارای عزیزم. سلامت باشی، بخیر باشی. هموطنان عزیز، خوش آمدید به برنامه کابل فنز. در یک هفته باز هم با جمعی از همکارای کابل فنز یک جا شدیم. همکارا را همچنان خوش آمدید میگم به برنامه. خوش باشید. قربانتون. دوستان عزیز، کابل فنز در یک هفته است و جمع ما جمع است و دل همگی شاد و لبش خندان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که شما و ما تو جور و صحتمند و سرحال باشین، پر از انرژی مثبت باشین، مانده نباشین، زنده باشین. دوستای عزیز ارجمند، سلامت باشین. دوستا، امروز کلانکار برنامه مولانا لطیف از گلال لطیف، خوش آمدید بگیم بر کلانکاری. سلامت باشین، آدم غافلگیر میکنین. خب خیر، رقم از خیر رابطون. خب یک نفر افسقال افسقال میگفتن، هم سرگاه و درود هم دیگه من نکرد. بعض وقت های تو چی هست؟ من یک دانه کلا همه دو سال دمه چی در برنامه دیدنه، یک آن دفعه که باز لالانور اونجا باز آدم هم لوی زد، باز من او رو میگیرم از این شاخ سر بلا میگم در این شاخ سر بیرم این تلوی میشه. مالا من قرار باشه او رقم باشه که کلوی بشینم. نه لوی نمیشنم. بیاین یک کار کنیم جان، بفرم. قبل از اینکه می آل خو کلگی هم تو پر انرژی هست، من میفهمم که دوستان هم یاد کلگی پر انرژی هست، نیمی ترک هست جای خود جور که در رئیس که باش ما چی گفتنی داریم. بیاین از خاطرات شروع کنیم. خوب، از خاطرات هفته گذشته شروع کنیم که یک چند دقیقه خنده کنیم. والا گل گفتی، اگر اجازت باش خیمه شروع کنم. خواهش میکنم. یادم میره، میگذره یاد فراموشی دارم. والا راست میگه، خوب شد که گفته. از خاطره گفتم، بسیار خاطره خوب دارم. همین چند روز پیش در منطقه 500 فامیلی رفته بودیم یک گزارش. چی براتون بگویم، یک دخترک بسیار مقبول آمد، یک قندولک دخترک 11 ساله کلام بود رزا. نه نه 11 ساله یک دخترک 11 ساله یک آمد، ای از همین دور مرا صدا کرد، گفت که گفت کاکا گفت صبر کن، گفت من کارت دارم. اگر این من گزارش را بیخی خلاص کرده بودم، خدافیزی میکنم. گفت کاکا صبر کن، من کارت دارم. گفتم بگو جان کاکاش. گفت من میخوایم که تا یک دقیقه گپ بزنم. ما امروز مالیسنا بود، گفتم مالیسنا را گفتم بی، گفتم ریکارد کو خیره کی گفت بقیه شاو خواهم دم میخوایم کاتش گپ بزنم. امروز صحبت کردن در پولیش یک دختر خانم دگام استاد بود، او یک درسنش بالاتر بود، یک اردوی از یا خاص چانی بود که مکتبا فرو شود، یعنی از بسیار جای دیده بود به خاطر من که به ما بگه که این صدای ما را برسان که این مکتبا فرو شود، ما بتونیم درس بخونیم. این خاطره به خاطر ازی به من خوب بود که یعنی هم درس و تعلیم سه چقدر مهم است بخاطر در بین دختر خانم ها. من بسیار خوشحال شدم، با صدایش هم گرفتم رساندم، اما خواستش هم رساندم، با دختر خانم دگاه هم خواستم مصاحبه کنم، که از او هم مصاحبه کردم، او هم همین خواستش بود. این واقعیت به من خوشایند بود، اما در آخرین لحظه گزارش مرا خوش ساختن، خاطره بسیار خوب بود واقعیت به من. بعضی گپ ها کس امیدوار کننده است، زیبا است، از عمق و از امو گپ قشنگ است. راست وقتابی ویسال جانو کی بود زیادتر قشنگ میگن، قشنگ است واقعا، آدم کیف میکنه، انرژی میگیره. اون اون رقم دیگه باز این به ما واقعا خاطره خوب بود. همین هفته گذاشته باز چطور بریم مکتبا شروع میشه؟ مکتبا دیگه بعد از من نیست، اما نه، نظر به مو خبرایی که داریم، اطلاعی که داریم، حکومت امارت اسلامی گفته که در سال نو انشاءالله مکتبای دخترانه باز میشه با مراعایت حقوق مسلم خانما و با مراعایت اصولی که اونا پیاده میکنن، اما گفتن که باز میشه. ما هم امیدوار هستیم که باز شه. بخیر. وعده دادن مسئولین حکومت، وعده دادن بله. اصلا فوال تا سن 12 ان شاء الله بله. اما تو یک وعده بده. ان شاء الله سن 12 تا سن فوال. تا تخت کی تباشی ناشته کنیم. تباشیر باشه، مارکر باشه، مقصد درس باشه. آه ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. سلامت باشین دوستا دیگه، مجبور از یگانگی گوزه. ادامه نوبت ما اومد دیگه. خاطره بگم شایسته دلت دیگه. دوستان ما بودیم یکی دروس پیش رفته بودیم، ما و لالا لطیف و با جمعی از همکارای دیگه یک بار کاپیسا بعض کارا رو انجام دادیم. در خاطری که در مجوریان کار یک کسی آمد، خودش من که پرسان کردم، خودش از عبارت فراریست، چون سر خودش عریضه شده، خودش ماست در پوزده. شما شاید متوجه شدید وقتی کچولو میشاندیم، آمد از سر ما صدا میکنه، چی حال انداختین؟ چی میکنین در مر کاری که شد شما تصویر میگیرین دیگه میگیرین برای مردم؟ او آمده ما را نصیحت میکنه این کارها را نکنه، ولی خودش فراریز وقتی که رفت گفتم ماست که دادیم رو کسی نشناسید. یعنی کسایی هستن که خودشان کارهایی میکنن که
خارج چوکات ولی که آمدن بازی میشینن دیگه کسا رو نصیحت میکنن او را که وقتی که ما خبر شدم یعنی خیلی خیلی سر ما تاثیر کرد که خودش اصلا یک میکنه کجا هست چه رقم هست آمده ما را یک رقم سرزنش میکنه کی کارهای تان خوب نیست دیگه نیست خیلی برای ما دیگه تا که زنده هستم یادم نمیره که انشالله باز روزی برسه که خودشون اصلاح شد ولی خیلی گفت یعنی ما هر کس اول باید خودا ببینن خودا یک نفر گفتن که برو خانه خدا را پاک کو رفت مسجد جور را گرفت مسجد پاک کرد گفتن نشانه ما گفتیم خانه خدا را پاک کو یعنی گفت قلبت پاک کو قلبت پاک کو یعنی اول آدم باید به خود ببینه او خدا مثلا چنه خودش فراری کارهای کرده مثلا مجرم از خودش فعلا ولی آمد از ما را نصیحت میکنه که کارهای تان خلاف هستید که کارها را چرا میکنه آمد میریم پیش خود شایسته دیگه سلامت باشین نورگل جان زنده باشین دوستای عزیز قسمه که یک روز چند روز پیشه هنوز او برنامه به نشر نرسیده هموطنهای عزیز ما و لطیف جان نورگل جان رفته بودیم به کمپ به هموطنهای عزیز ما کمک رسانی میکردیم در یک خانه رفتیم خب تمام سوالا خلاص شد گفت ما قصدار هستیم از امی روز و روزگار قسم میکرد یک دفعه نبرد ناورد گفت ما 8 لک دلار قصدار هستم من تو ایران ماندم خیلی سر وضع زندگی رسید کن 8 لک دلار کسی داشته باشه پاچایی داره گفتم چی رقم 8 لک دلار قرضدار است این واقعیت گفت والا 8 لک دلار قرضدار است من میشوارم زرنج خریده بود زرنجش خراب شد ابو سر ماتوان شد 8 لک دلار حالا قرضدار است او بیچاره فکر کنم تکلیفی چی داشت نه میفهمم دیگه من برای چیز نگفتم واقعیت زیاد برام جالب بود راستی بلد نه او را گفتن خراب شد مثلا اما یک زرنج شاید 20,000 30,000 به نهایتش 50,000 باشه اگه او خراب شده باشه دامن به تیخو دو 20,000 کلدار از نه تومن از نه میگو نه 8 لک دلار من خرد دلار هسته گفتم اما یکان تو از خدا که که میتلم یک چیز خوب بتل و 8 لک دلار خرد دلار هسته خود بودم 8 لک دلار بودم خیال پلا بزدی چرخ پر بزن یک چیز شوه یک چیز شوه راست میگی خب دوستای عزیز من یک دو سر پیش قانونشویی داشتم فرشویی داشتم سر صفحه همه فرش خوب قف زده بودم سر فرش راش بلا گرفتم کاوش را بکشم یک دفعه هم تو بمی روی رفتم بمی روی رفتم هفتادم حالا هرچی که میکنم پایم در راش بل در راش بل بند من هرچی که پرتلک مزنه میسونش زینه است ایسونش چی راش بل حالا هرچی که راش بل در پایم تا خود یک اوچت خدا کنم گمی اوچت بالش هم نتونستم زن بیادرم سم لق 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 سایی دارم چی میشه رو سایی داری پیدستم و دیگه چی نگه که زور من بکشه قار خدا سر بکشه همون زیر زینه را یا میراش پلخ پس که زیر پای من من خودم اوچت خدا بالا کنم یک قسم بر من جالب من اینه که زن بیادرم من میگم بیگه دستم و او سنو من سایی که خنده که در روی سر زور خنده که زورم نمکشه خالزه یعنی هر جایی که میرم میفتم من تو نفهم مشکل خالزه چیه مشکل رو نفهمی؟ روانی شدیم ماشالله خوب همه تو تنمنده چاق از پایکایش هم گودا دستایش هم گودا این کمی جوک میخوره و ازن خود کنترول کرده نمیتونه خود طبیق خالزه کنم سپایت هم میدنه کنی نه دستایش میدنه بیشه تا لگه میدنه شده زیبا پدا میدنه خدا میرمان خدا نکنه خدا از ما میگم بیشه نه 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 الله تو بکنه من یک خاطره جالب از خود خاله عزیزه جان دارم یک برنامه کمانخانی بود رفت آدم خانه خاله عزیزه جان ما بودم مانده جان بود ششتیم در برنامه ما کمانتار رو میخواندم و مانده جان و همچنان خاله عزیزه جان جواب میدادن نه افهم خاله عزیزه جان کجا فکرش بود اینم تو در چود رفته بود دیگه یک تا کمانت خواندم گفتم خاله عزیزه جان دشمانه ایش دادم گفتم باش کنی بفکر شوانه به شفر گفتم خاله عزیزه جان گفتم جواب بده گفت تشکر میکنیم من وطن عزیز خیر ببینیم وقت تا خوش خدا خود باز گفتیم زیر ما رو آوردیم باز دیگه کومنت خواندم مولا جواب داد دوزه کومنت باز باز سر خاله عزیزه جان آمدم گفتم خاله عزیزه جان هم وطن ما سلام گفتم ما رو تشویق کرده رقم رقم گفت بازم تشکر میکنیم از شما که ما رو حمایت میکنه نفهم او تشکر چیزا کرد باز گفت تشکر وقت تا خدا حافظتان نه نزیز در وقت بدونی مطلوب باش خنده کنی باز باز چاپ بشی برنامه که خلاص شد گفتم خاله از حال برنامه خلاص شد خود کلی که خواست خود از راست بگو راستی که تن وطن ما خدا حافظی که یا فکر نه نگم با خدا فکرم نه ما خدا باز در برنامه که گفت خیلی بخاطر از گفتم که شما چند دقیقه خنده بکنین باز در اصل فکر خاله ازه نبود من چون کشتیش امروز کجا غرق شده بود دیگه چرت میبردشه
یکان دفعه مرحبتم هست نه یکان دفعه آدم هم تو درگیر و غرقی چیز میشه ما چند روز پیش لالانور قصه کت کجا رفته بودیم هموز رو میرفتیم در مسیر را باز لالانور گفت یکم خرج برج میکنیم خب جناب پایین شد ما ربانیم از پشت از پایین شدیم خب بیاوریم خب ما ربانی رو تو ربانیم تو خب مثلا تجربه داری تو پیشو گبه خودت بزن دیگه ما نور خون از پشتت میم گفت آجی گفت که کینو نور گفت چی میگیری؟ نور گفت کینو میگیرم گفت کینو که میگیری؟ گفت ما همی کریت از ایر گرفتم دو نیم ساعت خب آلر جای میرم سوال میکنیم که هم خرابترین شنی قدرش 500 هفت ساعت شش ساعت هفت نیم ساعت آه این میگه از این نگی از این نگی از این نگی دیگه آخر امتی میرم دیگه ربانه پیش ما از پشت سرش ای از پشت سر ما دیگه ما ربانه دیگه رئیس هستیم دیگه که باش ما چینه میزنیم یا خوش میکنیم ما خوش میکنیم که مثلا چینه کم کینو بخوریم که برای گلو فایده داشته باشه خلاصا رفتیم رفتیم از سر کوتل که ما شروع کردیم نزدیک های عده مزار رسیدیم آخری میگه چی میکنیم خب بگی از یک جای میگیریم دیگه چرا دو نیم ساعتی پیدا نمیشه ربانه تو چی میگفتی این تو حالا ربانه صبر که استاد چوه تو من چی میگی تو دو نیم ساعت گفتی یک نفت ساعت حالا دقیقا یک پینجا رو پاگه فرق میکرد خب مگیتم بر صدقه صدقه میگیرمیت میگه لالا حتما ما یک چای رک شد دو نیم ساعت خوازار نه شی یک ساعت کلی شد تلو سر ما خب شد کمیتا کمیسا برسیم کی میگفتی؟ برا بود یا کی بود؟ خود ربانی گفتن زمان میره کند خانه میرسیم خب او این قضیات باور که کراچه چون من تعجب کردم من گفتم دو نیم سر رسایی که هفت سر رسایی کنه آخرش هم پنج سر داست زمین تو آسمان فرق داره آخر میگم آجی خیرتی از راست بودی میاد من جواب فامیلی همی چایرک شده و نیم سر یا راستی هم والا ربانی هم آدم گل است هم یک روز دیگه لطیف جان موتاروان که دمنه موتارش در مقره ها نمیتونم سایی کردم ایرو در سودا که رفته بوده تو پایین شدی های نزدیک دفتر منون هم قرار دستید پر سر مانده آه یک روز دیگه مال نشد دیگه مجبور قصه کنم که خاله از دارتم سودا بودیم در موتار تاکسی بودیم رسیدیم گفتم که و جان اینجا پایین میشم ما پایین شدیم آمدم این طرف موتر که یعنی دروازه که خالزه پایین میشد از سر سرک بود گفتم باش دروازه باز میشم این طرف باشم کدام متسکیل موتر چیزی تصادم نکنه کدام حادثه نشم اینجا استاد هستم سودا در دستیم که نیم پایین نشد باز سعی کردم که اما جی محصوف هست گفتم شاید کار داره یا خیلی کدام گفت بازم که استاد شدم نشد دیگه یک ذره تال خورد آخر گفتم خاله از سلام علیکم بخیر هستیم این شو برو ما یک ساده پایین یک ما ایده چورت نبودم تو در کجا هستیم مطرم یا خیره یا مطرم خوش آمده بود نه مطرم هم بچارا چرت نزنه که خطا شدی چرت ها نمیشه ایره کجا برم فکر کنم خنده ما یک چند دقیقه طولانی شد طولانی شد امیدوار که دوستا خسته نشده باشن بیاین یک کار کنیم جان بریم هم نظریات دوستا رو بخوانیم ببینیم که چی گفتن راست. چی نظر داده بعد از آن چون ما میشه کار میکنیم برای دوستا کار میکنیم راست میگه دیگه شروع میکنیم به خیر کامنت ها را که بی بی آجی فکر کنم که از همونج قرائت میکنم یا آره قدیم کامنت ها آها با شما چند تا کامنت گرفتیم برای کامنت ها کارم میخوانم و جوابتین به خیر باز بخیال مثل روال همیشگی برای هر نفر یک انتقاد گرفتی خوب است که کلا گیره مد نظر بگیریم خوب است خوب کردی خوب کردی خوب میکنی آها میخوایم از برنامه که ما و خاله عزیزه جان رفته بودیم به زیارت ملا بزرگ که خیلی کامنت های جالب و قشنگ هم گرفته دیگه جواب بدیم یکی از دوستای ما یکی از برادرای ما به نام وحی جان گفتن سلام به تمام ملت غیر افغانستان چی در خارج و چی در داخل تمام تیم کابه فنس گفته باید شما در این قبرها و زیارتها رفتنتان گفته درست نیست به خاطر که یکی از افکار جاهلیت است گفته همین کار درست نیست و این غلطترین کار است که شما یعنی رفتین در زیارت همونجا لطیف جانم بود ما بودم هر کدومتان که میخواین جواب بدین کامنت خودت خواندی خودت جواب بدین ها دیگه خودت کمومی بودنه با اون خاطر بودم علیکم سلام برادر سلامت باشی قربانت گفت کار چی است؟ اشتباه است غلطترین کار نیست به خاطر که مثلا هر وقتی که انسان میگه لااقل
هفته یک بار سر قبر بره یا کسایی که مثلا میمره باید قبرستان سر را باشه به خاطر که پند عبرت باشه برای کسای دیگه که راه رو که میره میبینه که بگه والا اینی فلانی قماندان یا فلانی حاجی صاحب از فلانی است فلانی است شاه و گدا کلش اینی میجاست که اونها قدر شان و شوکتش نمون ولی امروز اینی جه خواست به خاطر هیچ کار اشتباه نیست باید مردم بره به خاطر پند ولی یک بعض کسای دیگه که میرن اونجا میرن و گازک بسته میکنن و دیگه میکنن از خدا چیزی نمیخواین از زیارت از مرده میخواین اونو کارش شرک است اونوش اشتباه است ولی دیگه کاری که مثلا میری به خاطر یاد بود مرده مثلا دعا میکنی برش و به خاطری که آینده با شما مینی میجاست اینی قبر است اونوش کدام مشکل نداره. خیلی ببینیم من یک نکته بسیار ظریف شد مثلا میتونم چون از خود من کوتا میخوام اشاره کنم که دوست عزیز یک چیز دیگه هم هست که ما با عقیده کس کار نداریم با طرز تفکر اندیشه کس کار نداریم هر کس یک عقیده خاص داره طرز تفکر داره یک نفر این طرف زیارت نمیره یک نفر کس همیشه میره دیگه او هر کس دل خودش ما فقط هدف ما این نمیست که نشان میتیم که اینی چیزا وجود داره دیگه هیچ ما قضاوت نمیکنیم دیگه خیر ببینیم ما فقط از بای جان سلام و علیک میگیریم خیر ببینیم مختاری که گفته بودیم کول فن سلام علیکم سلام. یک برنامه داشتیم امرای ارشاد جان و فکر کنم ما بودم نمیفهم دیگه کی بود برنامه توزیع مواد بود با وطنای ما که یک انتقاد صورت گرفته بالای گزارشگر کابل فنز ارشاد جان گفته سلام خدمت خوبان در کابل فنز ارشاد جان از اینکه وسال جان کار میکرد و خودت گپ میزدی همراه مردم نشرمیدی چون دختر از کار میکنه و خودت تیر خدا وردی اون روز بود که خودت پول میدادی و ما پدر بود فکر کنم همراه مایه زفری که در کراچی میمونده نامشون چی است؟ زکریا جان حسینی دیرمه جواب بود؟ خدا برو من جواب برو جواب بده سلامت باشی زکریا جان بخیر باشی به خاطر که دخترها اشتباه میکن ریاضیشون خوب نبودن پیسر حساب میکرد و ما خاطر دو دوزار میدان میدادی امروز اما واقعت دو دوزار میداد تمام تگه بود دیگه کدام گپ این از بین واقعت هم تگه و اما سر به سال فشار ناوردیم و شما دیدیم که ریزه ریزه بود یک پوکس مکارونی بود پودر بود تمام تگه بود که میداد دیگه اون گپ نورگل صحیح است او خاطر که بود البته این بخاطر نه که مثال کنم چون فشار کار زیاد میباشه معمولا اشتباه میشه در به او خاطر وقتی که اشتباه پلیس صورت نگیره به او خاطر من خیر بینی که کرمال تنبل جلوه دادی نورگل جان گفتن که یک دوست ما کمیشا کامل میتن خانه شما آباد باشه کمال جان سفری گفته خداوند خیر بده او کسایی را که پول روان میکنن و به یاد فقرا و نیازمندا و بیچاره ها هستن تشکر از برنامه زیبایتان خداوند خیر بده قربان شما که هستین و کمک میکنین قربان خود شما سلامت باشین وظیفه انسانی ما را انجام میدیم که در حساب کمک ها گفته علی جان واسه گفتنی خیلی خاص داریم انشالله بخیر منتظر باشیم باز میگیم به شما فکر کنم همه قدر کومنت بس هسته خیر ببینی زنده باشی عقل گلون تا اگه خوشکی کده که اگران عود میخواهیم خیر باشا باز بعد از برنامه به حساب کمک ها گفتی خداوند خیر بده بخیر باشن هموطن عزیز ما میشه کمک کردین لطف کردین بخیر باشن خداوند اجرش آج شبرشان بتا آمین. که ما در این مدت در روزی که شد تقریبا برای 200 فامیل ما کمک رسانی کردیم خداوند خیر بده البته برای از طرف هموطنای عزیز ما کمک رسانی کردیم و بعضی جایا رفتیم بعضی برنامه ثبت کردیم در این مدت در روز لالا ارشادم اگر کدام کاری کردیم نکردین شما خیر باشه ان شاء الله بازوی صحبت میکنم اما در حساب مثلا خودم اگه بخوایم از فعالیت های گذشته بگیم ام تو موافق هستی؟ بخی دیگه ام تو باش بخاطر امی که موافق قال نه قال نکنه روی فعالیت های گذشته و روی فعالیت های آینده اگر بخواییم صحبت بکنیم یک موضوع بسیار جدی و یک موضوع بسیار مهم بخاطر گفتن داریم این است که در فعالیت های گذشته همه هموطنهای ما شاهد هستن و بیننده بودن همیشه که ما همواره کمک رسانی داشتیم و قسمی که نورگل جان گفت این کمک‌هایی بود که از طرف وطن‌دارای ما ارسال می‌شد و تیم کابل فنز با اخلاص تمام می‌رفت کمک‌ها را می‌رساند و این اگر کمی مثلا وسطش بدیم از دو سال به این طرف است که کابل فنز این کار را می‌کند و کمک رسانی می‌کند در نقاط مختلف افغانستان کابل خواهد می‌تونیم بگیم که تمام نقاط کابل و حتی به ولایات به ولسوالی‌ها ما در طی دو سال تیم کابل فنز زحمت کشیده و رفته و کمک رسانی کردن اما موضوع مهم برای گفتن که خواستیم بگویم و فسال هم یک اشاره داشت یک یادآوری داشت این است که ما
از این بعد دیگه کمک نمی کنیم و کمک ها را بند ساختیم به صورت کامل و این دلیل داره. دلیلش این است که در طی دو سال که کابل فنز کمک کرد، بیشتر کمک های نقدی بوده، کمک های مواد غذایی بوده، در زمستان مواد سوخت بوده، اما این کمک ها کمک هایی بوده که یک فامیل شما به صورت مثال زیر نظر بگیرین، یک فامیل برش کمک میشه پول نقد و یا مواد خوراکه، نهایت زیاد یک ماه این فامیل این مواد بسنده است کفایت میکنه، شاید یک ماه بی‌نیاز باشه از مواد سوخت یا مواد خوراکه، اما بعد از سپری شدن یک ماه باز هم اون فامیل به اون نقطه صفری خودش میرسه، اونمو دست دامن امرای مشکلات زندگی و دست پنجه نرم کردن میشه. بنابراین این کمک ها همواره میخواستن بوده، یعنی فامیلا بعد از اینکه کمک ها رو میگیرن به یک مدت بسیار کوتاه مرفوع میشه نیازهایشان، اما بعد از او باز هم همو گپ هست و همو زندگی و همو مشکلات. به این خاطر تیم کابل فنز تصمیم گرفته که کمک ها رو بند بکنه. ما از طرف هموطنهای ما دیگه کمک هم نمیگیریم، اما در آینده حالا که روی پلان آینده صحبت بکنیم، ما با یک پلان و طرح بسیار ویژه و با یک پلان و طرح بنیادی و اساسی، مثل ازی که اگر یک ساختمان ما مثال بتیم، باید تهداب ساختمان محکم باشه، مستحکم باشه تا کل تعمیر استوار باقی بمانه در مقابل زلزله، در مقابل هر چیز. اینه رب بتیم به زندگی مردم، ما تصمیم داریم که کارهای بنیادی بکنیم. از اون کارهای بنیادی مسه پلانی را که زیر نظر داریم و کار میکنیم، تمام تیم روش کار میکنیم، من یادآوری میکنم که ما یک مرکز آموزشی بر اطفال کارگر در نظر گرفتیم که در این سوگیا انشاءالله رفتدا میکنیم. این یک کار بنیادی است، یعنی ما کمک های ما را میخواییم بنیادی بسازیم. این یک کمک بنیادی به خاطر ازی است که آینده اطفال کارگر، کسایی که بی‌وزارت هستن، آیندهشان تضمین میشه. اونا درس و تعلیم یاد میگیرن، آموزش میبینن و همین قسم دپولی از یک پلان داریم که کارگاه خیاطی جور کنیم برای خانم های بی‌وزارت که اینا حداقل خودشان بتانن از کاری که میکنن نیازهای زندگیشان، نیازهای روزمره زندگیشان حل بسازن و همین قسم یک کارگاه یا یک میتونم بگویم یک فابریکه دیگه زیر نظر داریم که وطنداران ما بتانن در او مشغول شوند. این کمک ها کمک هایی هست که بنیادی است. قبل از این بنیادی به دلیل از این نبود که من یادآوری کردم که فقط یک مدت محدود میتونه سلب کنه، اما بعد از این کمک ها بنیادی است. تیم کابل فنز با طرحهای ویژه و طرحهای بنیادی و اساسی و محکم در راستای مساعدت به وطنداران ما دوباره برمیگرده، اما در حال حاضر ما کمک از طرف وطنداران ما نمیپذیریم، کمک ها را بند ساختیم و کسایی که تقاضا میکنن که ما کمک را میکنیم با فلان چیز برای کسایی کمک میکنه، ما اونا را به صورت کامل بند ساختیم. درست است، موافق هستیم. اگر چیز دیگه هم اضافه میخواین همکارا بکنن یادآوری داشته باشن میتونن. سلامت باشین اولا شد دوستا، به خاطری که اگر ما در یک ماه یا در یک سال اگر ما 1000 فامیل یا 2000 یا 10000 فامیل ما کمک رسانی کنیم، کمک هایی هستن که یک ماه یا دو ماه بعد از اون تمام میشه. اگر ما بتونیم 100 فامیل یا 50 فامیل کمک دوامدار کنیم، مثل لالا ارشاد گفت، همو طفلایی که هستن دستفروش هستن، کار میکنن و درس تعلیم نمیبینن، مثلا مکتب نمیرن، هم صبح که میان تا شام تا خفتن سر سرکا هستن، ما بتونیم برای هم درس بتیمشان و برایشان یک مقدار پول در نظر بگیریم، همون کاری که یاد بیرون میتونن ابو برایشان ماش تعیین کنیم و هم درس بخونن هم ماش بگیرن و هم خانمای بیوه کی هست، ما اگر لا اقل بتانیم 50 فامیل یا 100 فامیل معانه کمک کنیم برای کمک دوامدار، از او کمک ها کده انشالله خوبتر است، موثریتش زیاد است و یک تعداد هموطنان عزیزی که تایید هم کمک کردن خیر ببینن و خیر باشن، دامر مال روزیشان برکت، خداوند خیرشان بده. و یک سلسله مشکلات دیگه هم بود که در این دو سال دامنگیر ما بود، بخصوص چند وقت پیشی که لالا ربانی از سرای شاهزاده و تمام پولایی که جمع میشه به نام لالا ربانی میامد، بعضی کسا میگن چون هست وقتی که انسان در یک مقام میرسه هست، بعضی کسا از این پایین بعضی چیزا میگه، ولی ما هیچ وقت در فکرش نبودیم. یگانه جوابگوی ما جوابگو پیش خود خداوند هستیم که ما برای خود خداوند جواب میدیم و هموطن عزیزی که پول روان کردین همیشه برایشان جواب گفتیم، برایشان که اینی پولی که شما روان کردین، اینی پولتان در فلانه را برای فلانه کس رسیده است،
وقتی که قناعت از او حاصل باشه او کدام مشکلی نداشته باشن. بعضی کسای دیگه که تفرق اندازی میکنن بعض به خاطر چهار تا بیننده او دیگه کار خودشان هست. خداوند واره هدایت بده اگر هدایت قابل هدایت هستن، اگر یکی نیستن خداوند جمعشان کنه برن پشت کار خود، به خاطری که منافقت خیلی کار بدی است. که سلام الله علیه روانی بودیم کال گپ جای دیگه نره، وقتی کی از سر شازده می آمد چندین باری کار شده که ولی یک بار موفق شدن همو موترسکل سوارا های پول گرفتن و رفتن. باز ما در یک برنامه یادآوری کردیم لطیف وقتی که سفر برگشتیم بعض هموطن های دیگه که بودن چون طرفدار همو کسا ولی شما به خاطر پولی کار میکنید که مردم براتون روان کنه و دیگه کنه، در صورتی که ما همو پول از جیب شخصی خود کابل فنز برای همو نیازمندا رسان، ولی کسایی که پول روان کردن و تا فعلا هم خبر نشدن که پول کیره دوز برده. و بعض مشکلات دیگه که اختار میه و که بلا پول اگه اینقه برای ما میتین اینقه میشه و شما قدر پول که گرفتی برای فلانیا میتین برای نیازمندا چرا برای ما نمیتین، ما مستحق هستیم میاسن. بعضی دیگه پا هستن که ما به مخاطر خواستیم که دیگه کمک رسانی را بند کنیم، انشالله که کمک های بنیادی کنیم تا باشه که مردمی که مثلا 100 تا یا 500 تا 200 تا هر کسی کس یک بریج شامل شدن اما کمک بنیادی شون از 0 تا 100 هم تو کتشون پیش میریم. اگر حیاتی است در مدتی که هستن اونجا شاگرد هستن ماشام دارن، وقتی که از اینجا میرن در کارخانه دیگه یا جای دیگه اونجا میتونن خودشان سر پای خود استوار حرکت کنن. انشالله دیگه هستیم ما در خدمتتون، ولی کمک ها را سر از این ویدیوی را که میبینین بند از دیگه کمک گرفتن نمیتونیم. و یک چیز دیگر نورگل جان گفتین، گفتین وقتی که پیسه را از ربانی جان بردن بعض از دوستا گفته بودن که خودتان پیسه را به خود میزنین. واقعتش دوستای عزیز خداوند شاهد است که ما یک روپه شما را به هموطنهای ما میرسانیم و ما خود ما پیش خداوند جوابگو هستیم، عذاب و وجدان خود ما پیش ما راحت است. اگر ما مثلا از یک روپه دو روپه یا 1000 از نیازمند میزنیم به خود یا میگیریم در دنیا چی جواب بدیم؟ به فکر ازی باید باشیم که به هموطنهای خود کمک بکنیم. دیگر دلتان جمع باشه، کسایی که کومنت میته و کسایی برادرهای ما که با برنامه های رقم رقم که یک نفر میگه یک نفر تو کرد، یک نفر میگه که یک نفر تو کرد، اصلا به فکرش نباشین. شما پولتان روان کردین و در طول دو سال که کمک کردین یک روپیتون به جای مصرف نشد، شما با ما پول روان کردین و ما هم مسئولیت خدا به جای کردیم و ما هم عذاب و وجدان نداریم، پیش خداوند پیش رسول اما تو سر بلند و سرفراز هستیم که کمک های شما را همیشه به هموطنان ما رساندیم. در قسمت شفافیت برنامه مساعدت همیشه برنامه را یعنی یک مثال بسیار کلان و یک مثال بسیار واضحی که ما میتونم بتونم دیدن خود برنامه مساعدت کابل فنس در طی دو سالی که انجام شده، چون اما برنامه ها را هر کسی ببینه از شفاف بودن پروسه بدون کدام مشکل بدون کدام تشته اضافه خودش درک میکنه که پروسه چقدر شفاف بوده. و قسمی که نورگل یادآوری کرد، کسایی که پول فرستاده بودن در طی دو سال برای هر کدامشان موضوع پولشان مشخص شده و واضح شده، وقتی که مشکل نداشتن وقتی که دیدن اعتماد کردن و بارها و بارها این کار کردن. ما قلبن و قلبن تمام تیم کابل فنز از کمک هایی که در دو سال از طرف وطندارا شد بسیار زیاد سپاسگزاری میکنیم و باز هم به ادامه گپای نورگل و مالوده خود ما را پیش خداوند مسئول یعنی پاسخگو میداریم. وقتی که ما بالای سر خود خداوند نمیبینیم بنابراین کوشش میکنیم که کاری بکنیم که پیش خدا کم نباشیم. بنابراین تشکر، زنده و سلامت باشیم وطندارای عزیز. انشالله بتانیم کمک های بنیادی بکنیم از این که 50 فامیل به صورت اساسیش کمک شد، بهتر از این است که 1000 فامیل موقت کمک شد. بله. یک چیز دیگر رو میخواهم یادآوری کنم، ما در نیمه طولی که ما کمک رسانی میکردیم با جمع از همکارا هیچ وقت از خود افغانستان مثلا بعضی کسا بودن پول روان میکردن، مثلا زنگ بزدن که ما میخواهیم پول روان کنیم، از افغانستان رو نمیگرفتیم به خاطر اینکه میگفتیم تو خودت میتونی دسترسی داری با یک کسی نیازمندم بشناسیش، از ایران نمیگرفتیم، از ترکیه نمیگرفتیم. بعضی کشورهایی هستن که خودشان میتونستن همون کسایی که بودن میتونستن برای فامیل خود روان کنند و بعضی کسای دیگه که در اروپا و در امریکا و بعضی جاهای دیگه که بودن یا خودشان میگفتن که ما در برنامه تان یاد کنید که شما پول برای فلانی کس که ما اینجا یک صندوق موندیم یا دیگه موندیم برای ما اینجا جمع کنن باز ما براتان روان میکنیم. ایران ما هیچ وقت نخواستیم، بعضی کسا از پیش ما قارم کردن و رفتن به خاطر از این که
چون کار ما صداقت بود، همیشه صادق بودیم. ما بیشتر که لالا ارشاد و مولود جان گفت ما فقط بر خداوند و هم کسی که پول روان میکرد که ما اینی 10,000 روان کردیم، 10% شک کابل فنز به خاطر خرچ مصارف برنامه خود میگرفت، 9,000 شک ما مستقیم بر کسی میرساندیم. ولی او به خاطر از اینکه کار کرد شما یادواری میکردیم، بعضی کسا میآورد اینجا پول میریخ، باز من هر چیز یک شک جمع میکردم برتان روان میکردم، باز دیگه شک ما میگرفتم. این تو بعضی مشکلات هست در اونجا که ما بعضی کسا را که قبول نکردیم، باز فعلا یک کمک ترش کردیم و دیگه کردیم، پشتی گپا ما نمیگردیم، همیشه ما راست بودیم صراط المستقیم، پشتی هیچ کسی، پشتی هیچ گپ کسی هم نمیگردیم تا فعلا کمک رسانی کردیم صادقانه و فعلا هم با یک پلان جدید و خوب دیگه قوی برمیگردیم، ان شاء الله در خدمتتون هستیم، بخیر باشین. و یک چیز نگفته نمونه که میشه وقت دوستان ما کامنت میکردن، اگه ما میرفتیم مثلا از مردمای پشتون ما را کمک میکردیم، باز مردم در کامنت نوشته میکرد میگه که شما چرا میشه میرین پشتونا را کمک میکنین، چرا نمیرین که مردم از زاری ما را کمک بکنین. اگه میرفتیم از مردم از زاری ما کمک میکردیم، باز در کامنت میومد که چرا شما مردم تاجیک کمک نمیکنین، شما قوم پرستی میکنین، یا که بعض موضوعات تبعیض دامن میزدن. اصلا ما تو کدام نیت نداشتیم و خدا شاهد است که ما چقدر صادقانه همکاران زحمت میکشیدن، کوچه به کوچه بخصوص دینه میزمستان سر برف و بارار میرفتن، خانه های کسایی که مستحق بودن پیدا میکردن، هم ازاره بود، تاجک بود، ازبک بود و از تمام اقوامی که در کابل زندگی میکرد در دسترس ما بود، ما اونها رو سروه میکردیم و مساعدت میکردیم. خدا کنه که موضوع حل شده باشه. امیر لطیف جان چند دفعه میخواست که کدام چیزو بگویم تو بود بود تا که نشد، آخر این هم تو دوستای خلاکت نشد چی میگفت، میخواست پیش از گپای خودم برش بگویم، خب پولیسر اشاره کرد که خب خودم کدام گفتنی داری، پس من خواستم بگویم باش کار نه من امروز جد گپ نمیزدم حالا اعتراض سال جان با شما که مگشتیم در این کار وظیفه، خصوصا خودم میرفتم تو خانه و خانه مستقای را پیدا میکردم که نانوار خانه نداشت، نان در خانه خود نداشت، حتی فرش زیر پای نداشت، فامیل تفلکاش خورد خود در سرک پلاستیک فروشی میکردن یا میرفت بود پلشی میکردن، یا هیچ که سرپرست نداشت. حتی به تو بانه میرفتم که باشی چه قسم بفهم که مستحق است، بابانه خانه کرایی که باش که واقعا مستحق است نیست. یک بار تا میگه من مستحق هستم، یا گریه میکنه یا که یک قسم بهانه میکنه، وقت دخوری نمیزدی خواهد در خانش میگیری نه استغفر الله، یا نمیتون باشه واقعا مستحق. برای ما تو گفته میشد که بیبین که مستحق باشه که پول مردم باید چی نشه تلق نشه. و میرفتم به بانه خانه کرایی پرسان میکنم، میدیدیم وضعیت زندگیش هم تو نابود رو میشیم در میخانه شد، میدیم که الله واقعا مستحق است. میدیم باز به علی جان زنگ میدم که علی جان میامد فایشون رو سفت میکرد، اگر مستحق نبی بود پس همه تو میبرامدم، میرفتیم میگفتیم نه خانت خوبش نیست نمیگیریم. خیلی ببینیم سلامت باشیم. کارهایی که ما کردیم و در جاهایی که رفتیم بر کسایی کمک رسانی کردیم، ما گفتیم که در جای گفتیم کمک از هموطنهای ماست از خارج روان کردن، ما فقط یک پول ارتباطی استیم. بله وسیله. دیگر خود مردم میفهمه و خدا بالای سر شاهد است که ما چی کار کردیم چی کار نکردیم. ان شاء الله که دوستای عزیز بسیار پر انرژی قوی و محکم حضور پیدا میکنیم. و یک چیز دیگه که من گفتی سال جان گفت که لطیف هم تو چی از راست میگه، من یه ذره میگه که امو یک چی بود کارتون نگه بود نه گفته گفته و لفته و خیر ما و شما مسابقه داریم. ما یک دوستای از یک برنامه ثبت کرده بودیم در ولایت قندوز دشت آودان آودان نگویم ما یک طرف آودان نیشه باشه آودان آودان از ادبیش آودان نگه شما آودان نگه میزنیم بیادبیش آودان خب باز اونجا ما یک برنامه داشتیم، برنامه چلنجی بود که ما و لالا نور اما اینجا یک کم میوان نوش جان کردیم جای تان خالی. باز قرار است که یک چلنج دیگر برای لالا نور دادم که خوشبختانه قبول کرد. نمیفهم که چقدر خوب است چقدر خوب نیست. انشاءالله بزودی قرار است که ما بریم در سالنگ در جایی که سردترین منطقه است دوانستان سالنگ شمالی. اونجا میگم یخ زده روی دریا را پوش کرده. قرار است که اگر میگم بوده میگم دیگر یخ میده میکنیم. قرار است که ما لالا نور بریم دم بین دریا خود یک دفعه بندازیم اگر بازی کنیم که چی گفت باز کتا اوش بشی یک جد ببینیم که چی بشه. اگر یخ زده بود که یخ میده میکنیم، اگر نه زده بود خاموتون میریم و تو تو سب قبول نکرد.
ما قبول نکردم. ما قبول نکردم. چی بگویم قبول نکردم. به خاطر از اینکه یا اول چالش بوکس داده بودم، ما گفتم ما رنگ داریم و بعد ما دوباره داریم. پس اون چالش دوباره مجبور از یک جای دیگه بیاریم، هزینه‌اش بالا میره. هزینه‌اش بالا میره. دیگه باز ما گفتم برو ما بالای سر تا نصاب میباشم که کدام تو غرق شدی باز خودم بندازم. نه جان ندیسی باشه جان. باشه جان دیگه دوستان منتظر برنامه جدید ما باشین. انشالله که کوشش میکنیم بهترین برنامه، تاپترین برنامه و از بهتر جاها برتان ثبت کنیم و به نشر برسانیم. ما همیشه کوشش خود میکنیم. آلی دوستان عزیز جان خسته شده بیم کمی لالانور یک کار کنه برای ما. این کار را میکنیم دوستا قبل از اینکه یک چیزی آوردیم دیگه صندوق مرگیری را بکشیم بالا. قرار است که بریم بعض ولایت های دیگه هم ولایت های دیگه را هم به تصویر بکشیم برای شما عزیزا. ما شما یک جای بریم ولایت های مختلف دیگه را هم ببینیم. اگر شما خوش دارید که کدام ولایت بریم، هر ولایتی که از صد کومنت زیاد گرفت اول دمون ولایت میریم انشاءالله. و یک چیز دیگه را میگم که دوستا ما در کابل فنس یک هفته قبل ما یک گیم بازی کرده بودیم که عمر شوری داشت که بعض فامیلام رفته بودن نیکار انجام داده بودن، به خاطر ما امروز مرد شپس کردیم چیز دیگه آوردیم که برام تفلام ضرر نداشته باشه. یکی از دوستا سعی کنون رو گفت نه وقتی دیشته بودیم که در نفت بایم. یکی از دوستا مسیج کرده بود گفت که دختره که من بچم چند سال است، گفت که آمد است مرد شما آورده است، بیسکیت هم آورده. شما دوستا ویدیوش رو ببینین، ویدیوش رو ببینین که چقدر جالبی کار میکنه. بیسکیت هم آنده از اینجا که ددانش آمد، ددانش نمیه بازو هر کدام میشه که خطا میخوره از ددانش نمیه با یک تا مرچ نوشجان میکنه. بخی یک چیز بیسکیت هم یک تا مرچ نوشجان میکنه. باز در آخر میگه که شما اون کابل فنس یک سلام بده دوست جاری میگه کم میگه به خاطر چی میگه مرچا زیاد تیز میگه. ویدیوش رو ببینین دوستا ان شاء الله. ویدیوش رو ببینیم دوستا. ویدیو روان کرده بودن که اینا شما خو نتونستین ما تونستیم. بیا ببینیم که امروز لالا نور چی انتخاب کرده که اگر کار میتونیم یا نمیتونیم. بریم ویدیو رو ببینیم. به نظر من دقیق تر دل ما دیگه شو پس باز بریم باز ببینیم. موشون هست کارای نازنین جان، عزیزان دوست داشتنی مهربان گران قدر، چشمتان روزی بدیر نبینه. یک گیم داریم، بسیار تمرکز کنین، متوجه باشین که دو دفعه نمیگم خبر ساعت 6 واریست خوب یک دفعه باش بسیار میبخشیم. بسیار میبخشیم. این ازی داریم. خب این ازی داریم. قرار است هر نفر 5 دانه ازی حق داره که بگیره دادیست خوب صحیح. اینجا میمانه پوفش باید قوی باشه که بیندازه در بین گلاس. خواه متوجه استین دیگه. یکی دیگه متوجه است. یک ذره استاده ریاضی واره گب میزنم ببخشیم دیگه بخاطر خوب فهمیده شوه دیگه. یکم ایر... نه من همین شما یاد میگیرم. اینجا میمانیم سیکو. خواه قشنگ با احساس. با احساس اول مهم خلوص نیت است. باید خلوص نیت داشته باشی.
حس بگیری. بعد از او قشنگ ما از بغلش پوف میکنم به خاطر که نفته تاج باید پوف کنی که دبای نزیب برده. اگه بردین که نوش جانتان خیلی خوب میشه، هر کار هر حرفت یاد بگیرین برتان خوب است. اگه نبردین یک تازی نوش جان میکنه. نه پنج تا باید بندازیم. نه یک چیز دیگه خیلی ببینی زن کاکان بوری رقم گپ میزنه. من تیز از عزیز اشاره کرد. خب اینا لی پنج دانه سهم خودت است دادیست است تو میندازی دامی حواله میندازی دبای نوش. خب تو کامیاب هستی دیگه ضرور نیست دام بگیری. گوش چهار تا دیگهش نگر. آه گوش چهار قشنگ در جایت میشینی. خیلی اما تو خود از این میبرم میشه. اگر نه پنج دانه رو نتونستی یک تان رومی رو نشان میکنی. بچه ها کتاب سوال جواب نیست؟ یک زن نمک برین بچه هستن. نه خیلی والا اول لقت شما سیرک خانمه. نه از طرف شروع میکنی. از امون طرف خانمه مقدم تر است. آخل از وقتی گیب که میشه باز مشکل. نه ما میشه خانمه را اوش داشتیم. کارای مشکل خانمه. پنج تا بگی. دو وفته مش داشتیم، دو یفته بانجانو میداریم، دو دگر پیاز داریم، از ما بخی سلاطه جور میکنیم. این ترکاری دکترها میگه زیاد مفید است. مستخورا میگه. بسم الله. تو یک کارپرت پشت داشت نگرد. پنج دانه؟ پنج دانه. خب مثال چی رقم تشویق دوست داری که بکنیم؟ مثال مثال سوال بکنیم چک چک کنیم چی نه فقط سنگین در جایتان بشینیم باید پکیج مکمل است. باید شروع میکنیم سه دو یک برو مثال مثال یکی شوی هم بخیر مثال نه نه مثال نه 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 میتونی مثال میتونی خیر خوب مکمل مثال اعتیاد میکنه لب سرنگش خراب نشم مثال مثال تو باش میبینم اوه گاتو بینو تو تیلا کاز تیش تیش مثال باز جایزه شی نمیز ببرم نه بون کلام باشه پس مثال خیس بر ساجیک میکنم ساجیک خب حالا از پنج دانه جدا کن بعد خودت است نه شکت آره نه بفتی خاله ایزا که خدا نه باسته کار کرد بچه خاله ایزا از پکیج های تشویق کدام میشه انتخاب میکنی چک 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 اوه 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 خاله ایزا بخیال اون که میره دمید اوه 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 سیومیش میره خاله ایزا خلاص شد خاله ایزا خاله ایزا چانسار عزیز دادی خاله ایزا چانسار عزیز دادی تخط چارومیش میره این پنجی بگیز چهارمیست چانسار عزیز دادی آخرین چانس هست آخری آخری اینا لک باشه دیل آدم باش لک سبس سبس خراب شد حالا از دلش نمیشه من دیل آدم مالو چی میکنه برو از برو حالا از دو حالا از دو چقدر قوی میبوده دمی حالتا بسار مهمان نواز هستم حالا از دو فرمایی نکتان اینال مجبور ششتگیز دل جم خاله ازا جان بخور بخور خاله ازا ششتی نمیدیم دفعه دیگه انشالله باز پیشنهاد میدیم نمک هم اضافه کنیم خیر فعلا به نمک نوش جان کنیده نوش جان تان مگه بی اصل از وطن نیست کلش باید بخورنی؟ آه کلش باید بخور دیگه کلش باید بخور نه به اندازه مرش دیگه ظلم زیاد نکنیم نه خوب است نه خوب است مرچ که مزدار است مرچ که اصل از نه دست چین است از با خود مرچ نه دباز هرچ میکنن انه که کیاره نه مرچ که تا آخر خود بانجان میرم باید سمتشی وزید آقا خدا دیگه ما را کامیاب بساس مالو تو دایم دم 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 نه نور کس نور کس مرچ زیاد میخوره خود نال در رو میباز مشکل نوش جان ماشالله یک تشویق دیگه هم بچه یک تشویق دیگه نوبت مولود است مولود بفرما رئیس تیش قرار بگی بخیر با جایگاه تشویق ماشالله کدام خواندنه میدونی؟ دمو چه مو هنده خانده اونه خود دوتا شش دانه نگیری نه خوب ما میبینیم اینجا نه چند میکنه ها سه دو اشتا که مالا میشه از یک حساب که خود یک نه ما حساب دارم یکی ماشالله ماشالله نه نه چانسار عزیز دادی مولو در چانسار عزیز میتی روحیه بتیم روحیه آفره آفره قویستی مولو تو میتونی تو میتونی ما تشمیم شما میتونی دو دانه دیگه مانده دو دانه دیگه مانده سه تا شدی چارمیز مولوده سک خدای من نمیخوام رومی بخورم درد است من بخور چانسار عزیز یا حال ده چانسار عزیز میتی وقت نداره از سالم تصادفی افتاده بود برو یکو نگفتی لطی جان امو چیگر داره میگه افتح داره میگو ازوش ازوش بلد نیست نه عزیبات عزیبات افکت داره دیگه میزنیم نه نه خواهم از میخی
میگه بخو کلش خوشمزه است. مقصدش نقص کردی که خامه نگرفتی، از خام کده این باز یکزار کمانتر از جاندار است. نه 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 مشکل نه، اقه مزدار است، اقه مزدار است. بینده از شما سر نکنی، شما سپیش به تلویزیون تان پرده بندازی. بخو بخو نوش جان آفرین. دو سای زر نمش محصولات وطن یک کیفیت خاص دارد. از خارج وطن نه، ما از با خود ما چندیم. دست چین بکنیم، دست چین از با خود شما، دست چین با هر جام از کابل بیرون از خارج گفتم میشه. خواه برن از باشی، ما برم نگل جان بفرما. اگر خم شفتالو رو میخوری، ما میخوایم نورگل خوب با دقت ببینم که یاد بگرم. نورگل بچهش از ما تو خندوال نیست، من هیچ گپ نمیزنم. خوب اگر من گپ بزنم نورگل چانس ها رزیش نه، تو میتانی یکی یکی نفت نده بانه کم میتانی. بیشک کرده از ما میدان، بیشک کرده بیشک کرده بیشک. نوبت ما هست نه؟ نوبت لالای شاخ هست، دختر روسو بگیره. خب ما شاء الله مرد این مرد تشویق نکنه، ایش تشویق نکنه، تشویق تو بکنه. آه خراب خراب مثلا کل لگی ما توتی دار ما گواد باش میده ما خواب میشه توتی. یکی بخیر رفت ما کده گیا که جب میزنم دو سال چانس ازش میتی چانس ازش میتی احتیاط کن، خیلی احتیاط کن. تو الانس بتی سمسی تشریفات بتی که فیلن از فلان زاویه پف میکنم. امرونی یک شستوس ارشاد فرحمد فیلن با شش درجه پوف خراب کرد. چند تا شد؟ چند تا شد؟ سه تا شد، دو تای دیگه. نه نه سه تا شد، خانه دو تای دیگه هم داری، دو تای دیگه این نمی رومی یک شستوس. نه نمیخوری نوش جان چی رومی آورده میزن به به تو نمیگی لاس برو ما تو از پایین پف کوک بیرم برای فعلا ارشاد فرحمد قرار است که نمیفهم ببازه یا ببره. ولی اگه بباز اگه ببازم گپ خراب میشه. نه خیر سیج مشکل خواهر ازان نکو که روحیم ضعیف میشه ایرو پیشم. نه 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 حاجی از پایین پف کوک بارم حاجی جان فعلا دوستای عزیز آخن ما نمیفهم که میبره یا میبازه، ولی تا جای که مثلا میگرمی جوان بسیار قوی است، بار استعداد است. کلم من میزنه کلم من کسه داشه برو شه الله دیمی آخش نورچنگ این می قسمت خور هیچ قوی نیست دوست عزیز واش که سرکار بخو دیگه دیگه سه میشن روزم خلاص نشده بخو دیگه هم خورترک هم نش گرفت نه 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 خالص اینه اینه خود این طرف نوروزا سعی کو چه با احساس میخوره فقط که چه مزه دار باشه جان مستی نوش جان حاجی عزیز جان هر کس که دعوت بودی میکنه مثلا یک چیز خوبتر میتونه انتخاب بکنه و دفعه مش بود مش خورتر انتخاب کردیم نه کسایی که اول است بازم اون کسایی که آخر هم میبازن بدبخت میشن راست میگی موفق باشی حاجی موفق باشی ما رفتم کجا دوستای از خود من باید خواهم وقت فکر کنم که بگیره زن اینه گفتم بگیره میشه نه انشالله تو خود شانه میتانه من تو انشالله نگو آجی این نمی رومی نصیب تو سون پرگل است تشش نگو پف کن بشک بر تو بخاطر یک دبیلی دفعی اما سه تا دفعی خیلی بینی باز ما و شما پسان باز کدنان بار بیدی جوان والا آفرینتان آفرینت دانیست اینی؟ آفرینت آفرین با ما شما دیگم مرده باد نه خواه نکنم خب ارسو جان از ترنش بر دوست ها میگی یا نه؟ یه چیز نمیگی بر فعلا نه خب مزه دارم خب سار از محصولات وطنی استفاده بکنین بر جلد خیلی فایده دارم یک بانجون رومی وطنی برابر با ده بانجون رومی خارجی لالا تیپ کام چیز دیگه داریم؟ یک بار بخوریم بار بار سفارش بتین سه بود عزیزای دل گیم دیدین اگر شما هم کدام گیم دارین که جزایش از اینکه سنگین باشه در کامنت ها نوشته کنین انشاءالله ما حتما هفته بعدی بخیر او گیم بازی میکنیم دیگه لالا تیپ هر کدام چیزی نداری از سر خود خدافظی میکنیم چیز خاصی گفتنی ندارم تشکر دوستای عزیز از اینکه تا آخر برنامه با ما بودین قربان محبتتون سلامت باشین امیدوارم که خوش گذشته باشه براتون بر ما خیلی خوش گذشت واقعاً دیگه روزتون خوش خدا یارو نگهدارتون خداوند یار نگهدارتون با امید از اینکه برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه انشالله که نوشته بکنین گیمای با خطرناک جزایش دار زدن نمانین کنم وقتی چه کنم تا با دار خدا نزدین دیگه منتظر برنامه های کابل فنز در گفته دیگه هم باشین خدا حافظ ناصرتان بخیر خدا حافظ